سلام بر شما در این فراخبر کودتا و پیامد آن برای افغانستان کودتای محمد داود خان در برابر محمد ظاهر و تأسیس نظام جمهوری در افغانستان امروز پنجاه ساله شد پنجاه سال پیش داود خان با انجام کودتا در برابر ظاهر شاه پیشین افغانستان نخستین نظام جمهوری را در کشور بنیاد نهاد پیامت های آن کودتا برای افغانستان چی بود؟ چرا افغانستان بارها تحولات را پس از آن کودتا شاهد بود؟ اینها و بیشتر در فراخبه مهمان برنامه ما آقای دکتر سیب رمزان بشر دوست عضو پیشین مجلس اینجا در کنار ما هستند جناب دکتر سیب به برنامه خوش آمدین تشکر از دعوت شما افتخار بخشیدین بسیار زیاد تشکر روایت های زیادی از بحث های محمد داود خان شده از زبان شنیدیم خیلی ها و تحلیل ها و تبصیر های زیاد شده تا اینجا از زبان شما میشنویم به نام حق و به یاد فقرا سلام گرم ما به همه متنان عزیز که در داخل و خارج کشور بیننده هستند در این جای تردید نیست که نیم ساعت یا دو ساعت یا ده ساعت بسیار وقت کم است که درباره یکی از مقطع خاص تاریخ افغانستان و درباره یک فردی که بر حال در تاریخ افغانستان یک نقشی ایفا کرده و نقش بنیادی هم ایفا کرده به خاطری که جمهوریت به اصطلاح پای گذاری کرده از یک نظام به نظام دیگر تغییرات آورده وقت بسیار زیاد لازم است اما این وقت ما نداریم قبل از این یک مقدمه که امیدوار هیچ وقت فراموش ما نشود چی در باری دوتخان است چی در احمد است محمود است مسعود است علی است و هر کسی است <applause> نقطه اول به نظر من که بسیار مهم است این است که قضاوت کاری خداوند است بخاطر که تمام معلومات باطن و ظاهر میداند و دوم این است که ما هیچ وقت فراموش نکنیم که هیچ انسان عقل کل نیست علم غیب ندارد و هیچ انسان نمیتواند ادعا کند که من آری از اشتباه هستم <applause> نقطه سوم که ما هیچ وقت فراموش نکنیم به نظر من در افغانستان شاید بسیار مهم باشد این است که عشق فامیلی عشق قومی مذهبی تنظیمی زبانی سمتی ولایتی و غیره دینی ایدولوژی نباید ما را کور و کر بسازد <applause> به خاطر که متاسفانه بعض وقت این نوع عشق است که ما یک قاتل قهرمان می سازیم یک قهرمان قاتل می سازیم و در قضاوت های خود سوم و چهارم به نظر من که مهم است است که ما از یک فرد که صحبت می کنیم قضاوتی یک بودی نداشته باشیم ما همیشه قضاوت یک بودی داریم فلانی خوب است یا بد است فلانی سیاست یا سفید است فلانی فرشته است یا شیطان است این قضاوت یک بودی در انسان و با انسان ها در تضاد مطلق است هیچ گونه تداوقت ندارد و دو و پنجم هیچ وقت فراموش نکنیم که ما قضاوت تک نداشته باشیم ما قضاوت ما میشه مثلا در باری خان قضاوت میکنیم مثلا شما پرسان میکنیم دوتخان چی قضاوت فورا ما قضاوت میکنیم بدون اینکه از خود پرسان کنیم کدام داوود خان با خاطر که که وزیر دفاع بود داوود که صدر ازم بود داوود خانی اوایل جمهوریت و داوود خانی اواخر جمهوریتی خودش زمین تا اسمان فرق داشت بنابراین این پنج مثلا ما که در نظر بگیریم فکر میکنیم که در قضاوت خود شاید نسبی و به حقایق نزدیک باشیم من جمله من خودم فرشته هستم نقل کل هستم اما, اما بیاین در مورد واقعیت ها صحبت بکنین که مطالعه دارین درک دارین همونطوری که گفتین که قضاوت به دست خداست ولی آن چیزی که شما از تاریخ در افغانستان به عنوان یک شهروند دیدین ای پنجاه سال پس از او بعد از داود خان افغانستان یک چرخه عجیب غریب گذاشتند و تحولات پرشتاب و جنگ های داخلی هر روز دیدیم که می یعنی تحولات تا این جای کار هم مردم با او نفس میکشن از زبان شما بشنید ما نمیتونیم که چیزی که بعد از داوود خان گذشت یا چیزی که در زمان داوود خان گذشت کاملا بر و مسئولیتش بالای دادخان بگذاریم یعنی <applause> ما نمیتونیم که بعد از 13 کودتای دادخان تا 13 امروز 1402 چیزی که در افغانستان به وقوع پیوسته پس مسئولش دادخان است نه اگر خوب باشد اگر بد باشد نمیتوند که هم امتیاز گرنده شی باشد یا مسئولیتش به عهده داشته باشد بعد از دادخان کسانی که نقش بازی کرد مسئولیت اونا مستقیم به اوده دارد اما داوت خان یک نقش ایفا کرد که یک راه را باز کرد امه. فکر می کنم که داوت خان اگر ما خلاصه قضاوت کنیم اولی که ایج رهبر در دنیا شاید نباشد هیچ رهبر در دنیا شود نباشد که وقتی میخواد جمهور شود، پادشاه شود، سطر شود، وزیر شود، امیر شود، هدفش چور و چپاول و دزدی و غارت و کشتن و امثال هم باشد. فکر میکنم تمام این دارای دنیا وقتی میخواین به یک چوکی برسن، نیتشان پاک است، اما نیت پاک مهم نیست در دنیای سیاست چیزی که مهم است اعمالشان است داوودخان من فکر میکنم اگر قضاوت بسیار خلاصه کنیم در جنب در بخش اقتصادی داوود بعضی برنامه ها بعضی پروژه ها بعضی اهداف ها داشت که نسبتا به اون نایل آمد بعضی کارها را شروع کرد سرکها بعضی فابریکه بعضی بنها که یک چیزی خوبه بود یک آغاز خوبی بود این در جنبه اقتصادی شان اما جنبه دیگر که ما ببینیم متاسفانه جنبه که داود خان ما از نظر سیاسی ببینیم داود خان نامش جمهوریت بود اما یک وقتی که کودتا یا انقلاب سفید با قدرت میرسه خودش هم رئیس جمهور خود اعلان میکنه در عین زمان بلد. هم سطر اعظم خود اعلان میکنه هم وزیر دفاع اعلان میکنه هم وزیر خارجه اعلان میکنه و فتو در مو 1352 فردا در میگه که دهه دموکراسی را ده دموکراسی تقلبی میخونه و بیانیه که خودش داره میگه که این نظام با روحی اسلامی در واقع گره خورده دقیق دقیقا در حال که وقتی دکتر یوسف جانشینش می شود اگر اشتباه نکنم داوود خان در آن زمان نمی گوید که دموکراسی دهی دموکراسی غلط است و اشتباه و سوی تفاهم است حمایت می کنم من از تعولات حمایت می کنم بعضی ها به این نتیجه رسیده است که چون قانون اساسی داوود خان من کرد که از خاندان شاهی کسی مقامی بالا داشته باشه یعنی دیگر امیدی برای داوود خان نماند که از طریق غیر کودتا از طریق بلی به شوکی برسد دست به کودتا زد و این ممکنه که یک از عواملش باشد اما چیزی که مهم است این است که هر افغان در زمان دا... زایرخان رنج می‌برد، بخصوص در سال 1351 که آخرین ز... دوران زایرشا بود شما می دانید که قهدی افغانستان فرا گرفت گریسنگی آمد افراد تلف شد مردم علف می‌خورد، کمک‌های کمک سرشار جامعه بین‌المللی که آمد دست دوزان داخلی و خارجی مثل مافیایی که در افغانستان بعدا ساخته شده بود در آن زمان چی شد داوود خان یک, نیت داشت یک هدف داشت که میخواست که تغییر بیاد اما وقتی که به قدرت میرسه ها را به پیروزی میرسونه داوود خان خود عقل کل حساب میکنه داوود خان خود خطا حساب میکنه داوود خان فکر میکنه کس نیست خودش است و از جمهوریت به معنی حاکمیت از مردم این تصور نداره جمهوریت یعنی خودش <applause> اما تر که من گفتم که در 27 26 سرتون کودتا میشه 27 یا 26 سرتون چهار مقام بزرگی حکومتی را میگیرد <applause> و بعد به انتخابات عقیده ندارد که انتخابات شود به مردم رجوع شود و قانون اساسی که ساخته شود ایره برای مردم برای فراندوم گذاشته شود در قانون لوی جرگه میگه من نمیخوایم که جمهور باشم اما در پشت پرده اطراف اطرافی هایش بسید شده بود که <applause> اعلان میکنه و ایره جمهور در لوی جرگه این میشه لوی هایی که در افغانستان و جز یک لویجرگی جرگه دوری خان اونم یک بار باری اولش این لویجرگاه معمولا لوی, لوی بوده که فرمایشی و از طرف خانا می آمده بس. بنابراین در بخش سیاسی فکرم یک شکست است و در بخش حتی متاسفانه ما چی بخواییم چه نخواییم دست دارخان به خونی افرادی, افرادی سیاسی کشور آلو دست میوانوال کشت میگه در زندان خود خودکشی کرده چرا خود خودکشی کنه در زندان هیچ تحقیق را نگذشت که پیش رفت و موسی شفیق بود که موسی شفیق خیانت اقتصادی کرد آب افغانستان بدون هیچ چیز به بابل هیل... منده به با داد که امارات فعلا امیدوار هستم که پروسیجری فسخی این ماهیده ننگاور را از نظر حقوق بین المللی شروع کنه که نمی کند متاسفانه با اینکه که موسی قرار کرد اما این به این معنی نیست که او باید قتل شود او کشته شود او شکنجه شود یا ما... ما... بعضی بابا میگه بشردوست داوود خان آدم خوب بود اترافیانش. یک نفر که قاتل نباشه اطرافیانش قاتل نمی باشه افرادی درست پاک صادق و تندوس در اطراف خود جمع میکنه دوم فکر میکنم که از نظر دیپلماسی اگر ما داوودخانه بگیریم داوودخانی 1352 تا داوودخانی 1354 55 فهمت. با داوودخان 54 و 55 و بعد تا 57 زمین تا آسمان فرق میکنه وقتی با قدرت میرسد شعارش در زمین پشتونستان این است که پشتونستان باید مستقل شود یا جزء افغانستان شود تقریبا رهبران پشتونخوا را در کابل مقام میدهد جای میدهد من خوب یادم است که وقتی خان عبدالغفار خان در کابل میخواین در افغانستان وقت سفر میکنه تمامی مکاتیب شاگردار قطار میکنه که استقبالش کند برای اینا مقام میدن جای میدن و میمان خانه میدن و وسایل در اختیارش قرار میدن اما بعد از 1354 همین رهبرارا را به استرای آمه یک لگت در پشتش میزند اینا را بیرون میکند و بوتو وارد افغانستان می شود که یک استقبال بسیار سرشار از بوتو می کند یعنی پشتونستان از دید من با داوود خان یک وسیله بود که ای با این وسیله احساسات بخصوص اردو تحریکت به قدرت هستید وقتی دید که پاکستان از مسعود و حکمتیار تا نیست به عنوان یک وسیله فشار استفاده کنند در 1354 اینا رفتن فرار کردن و رفتن در پیش او زمان میگه بابور که بعد وزیر داخلی پاکستان شد و تمام بالا افغانستان آورد. در زمان میگن قمندان سرحدی بود که حکمت ها مسعود در آغوش گرفت و از امو زمان بابور در کرد که کارت تلایی در دستش افتاده که این بار پاکستان میخواهد که افغانستان جزی خاک پاکستان شود قبلا افغانستان میخواست که خاک پاکستان تجزیه شود بنابراین از نظر دیپلماسی یا مثلا چهار بسیار بزرگش که یک اماقت محض سیاسی بود میگفت که من به هستم سیگریت آمریکایی گوگیرد روسی این ای سمبولش خودش میگفت اما فراموش کرده بود که یک جمله به برژنیف گفت برژنیف پرسان کرده بود که چرا مشاورین آمریکایی زیاد شده این گفته بود که من کشور مستقل هستم این هنوز نفهمیده بود که مستقل نیست هنوز نفهمیده بود که نیروهای نظامی دکتری شوروی است هنوز نفهمیده بود که اقتصاد دکتری شوروی است هنوز نفهمیده بود که سیاستش دیپلماسی دو خواسته نخواسته آینه دیپلماسی شوروی یا بلوک شرق در آن زمان بود بنابراین در این بخش ها فکر می‌کنم که و نقطه بسیار فاجعه آمیز و فاجعه که بعدا ادامه پیدا کرد که راهی گرفتن قدرت توسط زور توسط کودتا توسط خونریزی را باز کرد و راهی و دروازش دروازه را باز کرد و افغانستان بارها شاهد شد که دست کاملن. به دست شد یعنی و چوکی قدرت صد درصد و نقطه دیگری است که تا جایی که ما خواندیم و اطلاع داریم تا جای که ما میدانیم کودتا را هم به حمایت شوروی ها چنین است و به حمایت حزب پرچم بوده گرفت و از اعضای حزب پرچم جای مهم در حکومت اولی داوود خان داشت و حتی تا جایی که من خواندم میگوید که بعضی پیشنهادات و به. پروگرام داوود خان مثل پلانی های سوسیالیستی پنج ساله این نظرات پرچمیا بود بعضی مسئله پشتونستان اونا پیش میکردن و این و اصلاحات اراضی بخصوص اساسی ترین نقطه بود که پرچم با دعوت خان با اعتراف رسیده بود وقتی داوود خان به قدرت میرسه به این وعده های خود به پرچمیا وفاداری نمیکنه بنابراین پرچمیا اگر داوود خان میکوشتن یا قصبر براندازیش داشتن با خلقیا اونا خود حق بجانی میدانید به خاطر که همیشه وقتی به یک نفر شما با. وفا نمیکنین حتما او عقده ای می شود با یک سرنوشت تلخ رو متاسفانه اما این دلیل نمیشه که توجیه شوه با. که داوود خان کشته شوه خونریزی شوه این وحشتناک است که خونی حتی اولاد صغیرشان را هم در ارک به نمایش میگذارند سیاستمدارای ما فکر میکنم که بزرگترین نقطه ضعفش است که اینها تحمل افرادی که مثل اینها نیست با اینها نیست و افکار اینها ندارند تحملش ولو بچهش باشه برادرش باشه نداره ای است پذیرش نیست ولی آقای بشردوست شما به قشنگیش توضیح داد این آن چیزی که در گذشته اتفاق افتاد حالا این 50 سال هم رویش اگر موافق باشین این تجربیات تلخ و درس هایی که از تاریخ میتونیم بیاموزیم به عنوان اینکه انسان امروز در سرزمین زندگی میکنیم حالا امارت اسلامی هم سال پیش وقتی در مورد داود صحبت میکرد مقاماتشان میگفت ما از تاریخ درس بگیریم و را همواره میبینیم میشنویم و هم هم برو تاکید میکنن ولی آن چیزی که گرفته نمیشد درس از تاریخ است در افغانستان که خیلی به با همین باور هستند و بارها شما خودتان هم میگین خب پس از چی باید شود؟ میتونیم از این تاریخ شما مواردوار بگوین چی چیزه میتونیم به عنوان این که نباید دوباره تکرار شود نباید به طرف از او یک روایت بهتره به دنبالش باشیم چی است اولین درسی که ما به نظر من باید بگیریم اولین موضوع این است که به زور به خونریزی به زور تفنگ به زور کراشینکوف به زور توپ تانک به زور مایت خارجی هر کشوری که باشد چی بین با المللی چی منطقوی قدرت گرفتن اشتباه دوم عقیده با این داشتن که فقط ما عقل کل استیم ما ترقی افغانستان رو میخواهیم ما مردم دوست داریم ما دین دوست داریم ما نمیدونم ایدئولوژی افغانستان دوست داریم مردم افغانستان دوست داریم اشتباس هر کسی که با ما نیست پس دشمن ماست که این به میکشه که حتی امین استادی خود میکوشه به عنوان مثال و حتی کسایی که انقلابی بعد انقلابی هفته سارو به جا آوردن حتی سه ماه هم دیگر تحمل نتونستن پرچم و خلق دومین چیزی که به نظر من بسیار مهم است این است که ما باید در سیاست صادق باشیم ما باید پاک باشیم ما باید راستگو باشیم ما نباید هر چیز با دروغ با منافقت توجیه کنیم به خاطر که سرنوشتی بسیار بد میگیرد و نقطه اساسی به نظر من کشورهایی که رسیدن این است که به مردم قدرت دادن و بعد چون مردم نمیتوانن قدرت خودشان اجرا کنن اینا مردم به یک فرد قدرت دادن به یک جمع قدرت دادن که اونها تانستن به نف مردم کار کنند قدرت بعضی میگه که خداوند قدرت باید. دارد متو خداوند در زمین نیست خداوند هیچ وقت نگفته که احمد را پاچا بسازین احمد رئیس جمهور بسازین یا محموده و, و بعضی میگه آخونا باید کدام آخوند ما امروز دو آخونده داریم که یک آخوند یک مولا یک مفتی یک روحانی خونی دیگه مفتی را حلال میدونه یعنی به قتلش چیز و بعضی میگوید که باید به با روشن فکرا را قدرت داده شود اما کدام اون فکر با. یا به تکنوکراتا کدام تا تکنوکراتا این بس های بسیار طولانی صورت گرفته اما فکر میکنم بهترین روش به امت به مردم به ملت قدرت داده شود که اینها یک نفر را تعیین کنه و اگر مردم افغانستان مثل مردم افغانستان مردم مسلمان هستند مسلم کسی را تعیین میکند که او بر اساس اسلامی که مردم میخواد نه اسلامی که از یک مکتب از یک, از یک جای گرفته است و را یاد گرفته و میخواد عملی کند کشورهایی که رسیدن قدرت به مردم انتقال دادن و مردم قدرت بعد به افراد پاک و صادق و متخصص و مسلکی کشورشان انتقال دادن بدون مسئله قوم مذهب زبان و تنظیم و حتی در صدر اسلام هم فکر میکنم که ابوبکر صدیق در سقفه بنی س... سایده از چیزی کوچک که شروع شد به عنوان بیعت مثلا مطرح شد آقای بشر دوست در دو تا نقطه رو شما مطرح کردین یکی که بحث مردم در طول تاریخ که نگاه میکنیم مردم همواره قربانی سیاست ها بوده و جنگ ها هم که شده حالا از طرف بیرونی ها تحمیل شده یا در داخل جنگ ها بوده مردم تاوانش دادن مردم قربانی دادن یتیم و بیوه و همه را ما شاهدش بودیم در تاریخ و در اون طرف هم بحثی که در ابتدای برنامه شما گفتین عشق فامیلی و قومی و مذهبی و اینا در بالا که مردم در روزیات دخیل نبودن که باعث شده که این ای طور وضعیت در تاریخ رقم بزنه حالا مردم و حاکمان که بتانن این جغرافیا را به بار در واقع از بار کج به بار درستتر منزل راستر برسانن فکر میکنین چی باید شوه؟ حالا بحث انتخابات مطرح میکنن خوب مخالفانش هست که دمی دو دهه تجربه شد وقتی بحث انتخابات میگن خب امارات اسلامی در مقابلش موقف گیری میکنه موضع گیری میکنه میگن انتخابات چی بود ما نمایش شدیدیم این راه درسترش که مردم وقتی بحث مردم مطرح میکنیم مردم به او به تمام معنا واقعی نه این که مثلا که یک چیزی پوشحالی باشه ولی در پشت پرده چیزای دیگه در واقع جریان باشه مردم خبر از اون نباشه که منظوری است که یک راه درستر کدام است به نظرتان انتخابات از روز که در افغانستان آمده از زمان زایرخان اگر ما دقیق ببینیم که از دهی دموکراسی گفت تو انتخابات پارلمانی و امثال هم. مثلا در یکی از ولسوالی های قرباق غزنیست کاندید برنده بود اما در یک شب به نفع کاندید بازنده کارت های قرباغ شمالی را آوردن در یک شب به نام زو به اینوانی مثال استفاده کردن و حتی مایوانوالا در مخور یک, یک بیسواد تقریبا در انتخابات پارلمانی شکست داده بود میگوید یک خبرنگار مشهور آمریکایی امریکای سفر کرده بود خاص در مقور غزنی <applause> که این نفر ببینه که چطور میوانوال شکست داده <applause> او فکر میکرد که انتخابات آزاد و عادلانه و اینا درست بودن دیگه انتخابات از زمان زمان تا امروز در افغانستان انتخابات شفاف عادلانه آزاد نبوده افغانستان تنها کشوری است که در انتخاباتش کاندید نان میدهد کاندید پلوچلاو میدهد کاندید پیسه میدهد کاندید بر اساس قوم و بر اساس تنظیم و مذهب و منطقه و زبان کمپاین میکند اما انتخابات کسایی که سازماندهی کردن تیوریزه کردن بخصوص جانجه پروسو اونا به یقیده بودن که انتخابات یک رابطه مستقیم بین یک کاندید است و مردم است که رای میدهد و این کاندید برنامه دارد پروگرام دارد اگر ما از مسئله یک انتخابات آزادانه عادل صادق آزاد با امکانات مالی خود افغانستان داشته باشیم دقیقا میتونه که یک نفر را که مردم به او عقیده دارد ایمان دارد مطمئن است که افغانستان در و رنجش حس میکنه از مردم است از بین خودشان است و ای بکشن امارت نباید هیچ ترسی از انتخابات داشته باشد بخصوص که نو شعار که مردم با ماست اه. وقتی مردم با شماست دیگه چی ترسی از مردم داریم بحث مشروعیت ملی مطرح میشه میگه که ما مشروعیت داریم مشروعیت که نادانند فعلا توسط تفنگ گرفتن مشروعیت توسط زور گرفتن اینا میگویند که مردم از ما ایماد کرد مرد این چیز اینا در باره رهبرای جهادی هم میگوین رهبرای جهادی که به قدرت رسید دقیقا اونا شعار چی بود که اگر مردم با ما نمی بود اگر ما نان نمی داد اگر ما را سلا نمی داد اگر ما بچه خود در اختار ما قرار نمی داد ما چگونه حکومت کمونیستی را از بین می بردیم شوروی متلاشی می کردیم اونم رهبرای جهادی را که اینا شر و فساد میگویند بنابراین اونا همه این اداره داشت و حتی 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 کودتای میگوید اگر مردم با ما نمی بود ما چگونه در دو شب قدرت می گرفتیم در تازه ترین یا... مورد امارت اسلامی گفته که دو میلیون شهروند در واقع قربانی شدن ای نظام به اساس قربانی اونا این چیز سیاف میگفت این چیز مسعود میگفت این چیز مزاری میگفت این چیز نمیدونم حکمتیار میگفت که بیش از چند میلیون ها شهید شدن قربانی دادن به. در روزمان زمان مولا محمد عمر یک کماندان عادی بود به عنوان مثال ما ما, ما اینی میلیون ها مردم که شهید دادن خون دادن از مجاهدین دفاع کردن ما به چوکی رسیدیم اما هم مجاهدین اینا فعلا اونها رو شر فساد نام گذاشتن به. بنابراین اینا نباید دو میلیون ما دو میلیون نیست ما در در دوازده دو 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 میلیون رای دهنده ده وجود داشتند و در صدر اسلام هم ابو بکر صدیق نگفت که من تعیین کرده فلان گفت نه من از, از مردم مدینه بیعت گرفت از کسایی که بود بیعت گرفت و اجبارن از کسر مجبور به با بیعت هم نکرد کسایی که باید نکرد اونا را نکوشت نه زندان کرد و نه شکنجه کردن بنابراین تنها راهش به نظر من که اگر مردم افغانستان مسلمان هستند و مسکی مسلمانی افغانا رو میگه کس نداره مسلمان اینا به یک رهبری رای میدن که مسلمان تر از همه ما باشد متقی تر از همه ما باشد پاکتر از همه ما باشد فکر نکنم که مردم مسلمان افغانستان بره رای بده به یک شرابخور و یک قمارباز و یک به اصطلاح نمیدونم یک دموکرات و دی دیکتاتوری تکنوکرات و امثال هم بنابراین نباید ترس ازی از داشته باشیم اگر داوود خان این کار میکرد و جمهوریت اعلان کرده بود و به مردم مراجعه میکرد پلاو دادن مذهب قوم زبان اینها را ممنوع میکرد زور خریدن رای ممنوع میکرد فکر میکنم که یا خودش یا کسی دیگه که به داخل میشد امروز جمهوریت تا زنده میموند و شاید ما از این طوفان خونین و خونبار جلوگیری میشود تو دقیق فرصت داریم جنبندی شما رو مشنویم خب نسخه های زیادی به پیکر به درمان افغانستان در تاریخ تا اینجای کار پیچیده شده و پیشنهاد شده چی داخلی بوده چی بیرونی بوده تجویز شده نسخه بهتر فکر میکنین همین وضعیت که فعلا میریم هست یا از این بهتر شما پیشنهاد میکنین آیا ای روند که روی که امارات اسلامی در پیش گرفته هم در داخل هم با منطقه و هم با جهان با جمعی که از تاریخ جمع بندی میکنین به کدام طرف میره؟ امارات اسلامی دست به همه کار زده اما به چند کار مهم که سرنوشت ملت با امت تغییر بنیادی بدهد مستقل کند آزاد کند هیچ گونه توجهی تا امروز نداشته مسئله برکت است دسترخان مردم است استراتژی اقتصادی شی استراتژی اقتصادی جمهوریت است هیچ گونه تغییری نیست هیچ گونه برنامه بندی بزرگ ذخیره با ما تاکید میکنه میکنم اینا دست, دست, دست ندارن و رویش فکر نمیکنند هیچ گونه ساختار سیاسی علمی منطقی اینا تا امروز حتی برنامشی ندارن و نمون وزارتخانه است که شغالگر ساخته بود بر اساس قوم مذهب زبان و تنظیم و سومین مسئله است که امارات عقب نشینی میکنه امارات در باره پاکستان عقب نشینی کرد در رابطه با وزیرستانیا چی حق داره که بگوید که وزیرستانیا در کجا زندگی کنه یا طالبان در باره حقابه عقب نشینی کرد یعنی مسئله مهم است که رضایت ملت و خدا را بخواه پیروز میشه تشکر آقای تشکر تشکر دوست از حضورتا به همین ترتیب میرسیم به پایان فراخبر تا سلام دیگر خدا نگهدار.